آموزش. صدای آبادی. سلام شنوندای عزیز برنامه صدای آبادی. آیا گاهی در قسمت تعلیم دختر و پسر خود فرق کردین؟ با بیادرم هر چیز که بخوایم مهیا میشه، بیشتر از اون مادرم همه چیز باش مهیا میسازه. چرا تعداد از والدین در قسمت تعلیم دختر و پسرشان فرق میکنن؟ و والدین کدام نکات در نظر بگیرن تا در قسمت تعلیم دختر و پسرشان فرق نشود؟ و دین مبین اسلام در باره چی گفته است؟ پاسخ تمامی پرسش‌ها را در برنامه حاضر صدای آبادی با ما و جیهه سیار بشنویم. در هر خانواده یک یا چند دختر و پسر است. وارزوی والدین نیست که فرزندایشان چی دختر و چی پسر با تعلیم و تربیه بزرگ شوند. زمانی که اطفالشان توانایی و فهم قلم به دست گرفتن را پیدا می کنند، یعنی در سن 6 یا 7 سالگی می رسند، آنها را شامل مکتب می سازند و همواره کوشش می کنند که در بین دختر و پسر خود فرق نکنند. اما اصلا تعداد والدینی که در قسمت تعلیم دختر و پسرشان فرق قائلند. ای که فرق قائل شدن والدین بالای روان دختران در زندگی حال و آینده آنها چه تأثیرات منفی به جا داره؟ در این مورد مصاحبه سمیرا علیمزایی را با یکی از دختران می شنویم. خودت مکتب میری؟ صنف دهم مکتب هستم و با بسیار مشکلات تانستیم به صنف دهم برسم. چی مشکلات داری؟ پدر مادرم در بین ما و بیادرم زیاد فرق میکنن. خب مثلا چی فرقه؟ چیز بهتر که به اون مهیا میشه به ما مهیا نمیشه. کورسا رو به اون مهیا میکنن، کالای خوبه به اون مهیا میکنن. اتا فرق دهی است که کتابچی خوبه به اون میگیره و کتابچی خراب به ماما میگیره. کورسا از ما نمیشه. که دخترم تو درس خواندی؟ آیا کارخانگیت پوره بود؟ آیا استاد به تو آفرینی داد؟ بعد از ما که بیادرم میایه همه چیز از پیشش پرسان میشه. بچه‌م تو گشنه نیستی؟ بچیم درس خواندی؟ بچیم کارخانگی پوره بود؟ استادت خطر چیز نگفت؟ یک سردردی شدید به ما پیدا شده. بسیار رنج میته که تو میخواییم در جای تنها باشم. نمیخوایم کس همراهیم باشه، نمیخوایم امرای کس ببزنم، حتی به درسایم بسیار ضرر رسانده، نمیتونم درسایم به درستی بخوانم. با وجود ازی که قدر بر کورسام گرفتم میگه کمیاب نشم، من ایره دیگه جای روان میکنم. من اول صنف ده شدیم و آمادگی کنکور رو باید بخوانم، اما به من مهیا نیست. دیگه من نمیتونم کورس رفته. با بیادرم هر چیز که بخوایم مهیا میشه، حتی بیشتر از اون مادرم همه چیز برش مهیا میسازه. فرق قائل شدن والدین در قسمت تعلیم دختر و پسرشان سبب شده بود تا دخترانشان با مشکلات روانی دچار شوند، در مکتب نمرات خوب نگیرند، دچار سردردی شوند، شبها خواب نداشته باشند و بعض مشکلات دیگر. در این مورد با هندوی دکتر امید افغان استاد جامعه شناسی پانتون تعلیم و تربیه استاد برهان الدین ربانی میگه چون این فرق قائل شدن والدین سبب میشه تا دختران خانواده در انزوا قرار بگیرند و اعتماد به نفس خود از دست بدن. دختر خودش در انزوا قرار میگیره و اعتماد به نفس نسبت به خود و نسبت به جامعه را از دست میده. در تربیت فرزندای خود نقش نداره، در باسواد کردن فرزندایش نقش نداره و بعد خانم مثلا اصلا نمیتونه که نقش داشته باشه، همه مشکلات با دوش مرد میفتن. دیگه این وقتی که نتونه که با جامعه رابطه داشته باشه، با معلمش رابطه داشته باشه، در مکتب رابطه داشته باشن، اینیا نسبت به انسانهای دیگر که باشون چی میکنن خیلی مکتب، اینا یک دید بدبینانه پیدا میکنن. در آینده خواهش زن اگر ازدواج بکنه شوهرش مرد است، بنان به مرد باز فهمیدم او یک نوع دید عقده‌مندانه و بدبینانه را داره نسبت به خانواده خسرش. اینا مطلع یک حالت اینا را داره. نگه در اونجا زن ها مثلا تحصیل کرده باشه، اید خود حس میکنه که بالا این دخترای زن ها تحصیل کرده است، من یک بیسواد هستم. اگر نتونه که تو زن ها رقابت بکنن، بعد دیگه خودش ناامید شده میره و بیعتمادی و انزوا و حسی مثلا ناامیدی و اینا در اونجا هم بس برش به وجود میاد. به نام ننو باشه یا خوشو باشه یا ایور و اینا باشن، چون میبینن که یک اعضای خانواده خیلی خوب هستن با تحصیل اینا میرن، اما این از تحصیل مانده. دوباره این رفتار پرخشگارانه را یا رفتار مثلا ناسالم و بد اینا با ننویش، با ایورش، با شوهرش، حتی وقتی که سبار مثلا طفلش به دنیا میه، نسبت به دخترهای خود با حس مهربانانه ندارن، اونام عقده‌ای به بار میان، ناسالم به بار میان، بچه رو نازدانا مخته میکنن، دختر و فامیلی اصلا زیاد ناز اینا نمیتن، روی تربیت فرزندان تاثیر بد داره. مردم گفتند که فرق قائل شدن والدین در قسمت تعلیم اطفالشان باعث شده بود که حتی دخترانشان با اعضای خانواده به خصوص برادران خود رفتار خوب نداشته باشند و عقده بگیرند.
حال می‌خویم بدانیم که چرا تعداد والدین در قسمت تعلیم دختر و پسرشان فرق می‌کنن. علتش ای است که ما را همیشه پدر و مادر ما میگه که شما دو روز در خانه ما مهمان هستین، میرین در خانه بیگانه فایدیتان به او میرسه، فایدیتان به ما نمیرسه، اما بیادر ما میگه که او تا آخر عمر امرای ما میباشه و فایده از او به ما میرسه و اگه ما پیر هم شاییم بازم دست ما را خواد گرفت. سمیع الله دیگه بیادر خوردم به خانه و خواره ما کلانش شده دیگه از با فعلا خلاص شده و دیگه فعلا دیگه از خاندان پاییدن دیگه سندشان بالا رفت فعلا دیگه در خانه هستن. اشتباه از پدرم هست که نمانده شکل درس بره. شنونده عزیز، شما برنامه صدای آبادی رو میشنوین. اگر در مورد برنامه تعلیمی ما نظر یا پیشنهاد دارین، میتونین که از طریق شماره تماس 020-240-5101 به طور مستقیم با ما شریک بسازین. برنامه را که میشنوین در مورد فرق کردن تعداد والدین در قسمت تعلیم دختر و پسر اختصاص یافته است. تا اینجا شنیده شد که یک تعداد والدین تعلیم را خاص برای پسرهای خود میدانستند. درس خواندن بچه های خود را نسبت به دخترها به دلیل خوب میدانستند که بچه ها تا اخیر عمر همراهشان میباشند. چون این رفتار والدین سبب درد و رنج برای دخترانشان شده بود. حال میخواییم بدانیم که والدین کدام نکات در نظر بگیرن تا دخترهایشان احساس نکنن که تعلیم صرف برای بچه های خانواده میباشد. در این مورد از همکارم میرا قایت‌بار میشنویم که با چند تن صحبت کردم. شما چند خواهر چند برادر هستید؟ چهار برادر هستیم. در رابطه با ازی بگوین که پدر و مادرتان در قسمت تعلیم شما فرق میکنن؟ نه خیر، نه پدر و مادر ما فرق نمیدونه که تحصیل از وره پیش میبره، تحصیل ما رو پیش میبره، مثلا مکتبا شروع شه میبریم و بازار، اما چیز که خوش از او آمد همون چیز به اون میخرم، چیز به ما میخرم، هر چیزی که خوش ما آمد همون رو میگیره. پدرت که در بینتان فرق نمیکنه چی فایده رو براتون رسونده؟ فایده زیاده، ما تشویق میشیم، امروی سنفی های ما بخلاق پیش میریم دیگه، در خانه مموت و امروی پدر مادر. نام تو را بگوین. نام شاب آمد. از کجا هستین؟ از اصلا خیل. شما صاحب چند فرزند هستین؟ صاحب 6 فرزند هستم فعلا. چند دختر چند پسر؟ 2 دختر 4 پسر. مکتب میخوانن؟ 3 تاش فعلا میخوانن، 2 پسر 1 دختر. اسم چند هستن؟ 2 تاش 5 هست 1 4. پدر هستن که در قسمت تعلیم دختر و بچه فرق میکنن، شما چطور؟ ما فرق نمیکنیم، ما با ما یکی است هر دوش. اگر یک چیزی میخریم در بازار، قلم، کتابچه یا لباس یا بوت، هر چیز که باشه یک رقم فکر میکنیم. هر دوش با ما اولاد است، یک رقم با ما است. یعنی مهربانی دختر هنوز زیاد است. نامتان هم میگیم؟ راضیم. از کجا هستین؟ لغمان. دختری که دارین اینا مکتب میرن؟ مکتب میرن، از ما هم وضع مالی ما خوب نیست. خودم هم دمی یک باز جای کار پیدا شو، خودم کار میکنم به خاطر درس مکتب زیام. روزی هم شده که دخترت پیشت آمده باشه گفته باشه که مادر جان تو فرق کردی بین ما و بچه‌ت؟ نه، روبرو هستم. هنوز به بچه هم میگم، به دخترها نگفتیم. امی فرق که نمیکنید بین، چه قسم میگه به عمل نشان میتی برای بچه و دخترت که تو بینشان هیچ فرق نکردی؟ بازار میرم، اگه به بچه‌م بخرم هم یک چیز بر 3 تاش میخرم. اگه این 50 روپیه باشه میر 3 تا 50 میخرم. ایتو نمیکنم با او صدی بخرم، با 1.5 صدی بخرم. نه، لباسای دخترانه گاهی قیمت میباشه و گاهی هم لباس بچگانه قیمت میباشه. باز دیگه چی کار میکنیم؟ دوزا دیگه باز مجبور میشم دیگه هم 1 قیمت بخرم دیگه. قناعت میدم بازی هم میگم خیره، هر لباس شما خوش میکنی قیمتش یک چیز باشه، باز شما مرا ملامت نکنی که با او بالا خریدی با ما پایین خریدی. او باز خودش اندم با این خود میسازه. زمانی که بینشان فرق قائل نشدین، فرق نکردین، چی فایده کردین؟ فایده شامیه که دختر کلانم است، بچه کلانم احترام داره، دختر ما بینگیم با بچه ما بینگیم احترام داره، دختر خوردم با بچه خوردم احترام داره، یکی دیگر را میشناسن، باز دیگر پدر مادره. ایک دین مبین اسلام در مورد تعلیم دختر و پسر چی گفته و یا والدین در قسمت تعلیم دختر و پسرشان فرق کنن یا نه؟ در این مورد از محمد یاسین فاضل، استاد شرعیات پانتون تعلیم و تربیه استاد برهان الدین ربانی مشنویم. شریعت اسلامی تعلیم و
و فراگیری دانش به عنوان یک اصل و وجیبه و فریضه معرفی کرده و هیچگاه در دساتیر و فرامین اسلامی تفکیک بین مرد و زن قائل نشده. وقتی که طلب العلم فریضتون علی کل مسلمین، یعنی آموزش و پروریش و فراگیری دانش فرض است، در اینجا فرض به شکل مطلق آمده. در صدر اسلام اگر ما مراجعه بکنیم دو نمونه خیلی خوب داریم. بهترین مفتی، بهترین فقیه صدر اسلام حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها بود و پیامبر صلی الله علیه و سلم یکی از دلایل ازدواجش با حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها تربیه یک معلم زن هست. از اینجا دانسته میشه که اگر والدین این انگیزه یا این فکر داره که از دیدگاه شریعت تعلیم مردها به عنوان یک اصل هست، تعلیم دختر اصل نیست، این خلاف شرع هست و این با شریعت مطابقت نداره. قسمه که گفته شد والدین به خاطر درس خواندن پسر را بهتر می دانستن که پسرهایشان تا اخیر عمر که دارن از آنها مواظبت می کنن و نان‌آور خانواده به حساب می آین. از این رو در قسمت تعلیم دختر و پسرشان فرق قائل بودن. چون این رفتار والدین سبب شده بود تا دخترهایشان با مشکلات روانی دچار شوند، اعتماد به نفس نداشته باشند و نسبت به دیگران احساس کمتری کنند. اما برعکس صداد والدین چون این رفتار غیر عادلانه می دانند و خودشان با فرزند دختر و پسر در قسمت تعلیمشان یکسان توجه نموده بودند. زمانی که لباس مکتب، بایک، قلم و کتابچه و دیگر مواد درسی را می خریدند، سعی و کوشش می کردند تا مساوات را بین دختر و پسر خود در نظر بگیرند. حتی درسای مکتب و کارهای خانگی را از پسر چنانچه می پرسیدند، همان گونه از دختر خود نیز می پرسیدند. اعتداد خانواده که در قسمت تعلیم دختر و پسرشان فرق نکده بودند، فرزندانشان تربیه سالم شده بود و در درسای مکتب خوب بودند و از سوی دیگر به مشکلات روانی دچار نبودند. شنوندگان عزیز، ای بود برنامه صدای آبادی که میراق اعتبار در مؤسسه تعلیمی افغانستان تهیه و ترتیب کرده بود.